ریگزار سبز قسمت 22 نویسنده لینا روزبه حیدری گوینده داستان اجمل غفوری با عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده چینل افغانستان جورنال خرسند استم که باز هم فرصت فرا رسید تا یک قسمت دیگر از داستان ریگزار سبز را تقدیمتان بکنم با تشکر از همراهی همیشگیتان قبل از اینکه این قسمت داستان را تقدیمتان بکنم لطف کرده چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را نیز فشار بدین. آغاز داستان بیگم مشتش از خاکستر و ریگ پر کرد و بر پشت دیگ مسی مالید و مصروف سیقل زدن او شد. در حالی که دزیر لب به دلاورخان فحش و ناسزا می داد. هر روز ما باید دیگای بزرگه که ما یک بارم استفاده نمی شد بشویم و 3 وعده نان بر یک طویل مهمان ای خبیث پخته کنم. خدا از تو و کرده هایت نگذره دلاورخان. در غضب خدا گرفتار شوی. بعد مشت دیگه از خاکستر را برداشت و به پشت دیگه مسی زده و به نازو که ظرفا را در تشتای بزرگ آهنی گذاشته و به گوشه آشپزخانه می برد نگاهی کرد و گفت تصمیم رفتن ما به جنگل چی شد؟ نازو که در وسط آشپزخانه و چند قدم به دور از بیگم بود در جای استاد و تشت بر زمین گذاشته و با شادی چیغی کوچک کشید و به سمت بیگم دوید و گفت بیگم جانم آیا واقعا مر امروز به جنگل میبری؟ من صبح منتظر بودم که وقت خوب را بیافم و بار دیگه از تو بپرسم ولی میترسیدم که عصبانی نشی. فکر کردم که شاید دیروز بر دلخوشی ما و گپ زدی. بیگم با وسواس نگاهی به پشت دیگ میسی افگند ولی انگار هنوز از پاک شدن پشت دیگ راضی نشده بود. دوباره او را محکم در میان پاهایش گرفت و به شستن او ادامه داد و گفت بیگم چیزی را که میگه به او عمل میکنه و به وعده خود وفادار است. تفاوت ما با مردای ای خانه ده همی است. همیشه ای را بیاد داشته باش. برو شال طبیعی که بریم قبل از او که با سودا برسه و باز مصروف دیگ و کاسه و نان شب بر گله دراورخان شویم. چاشتای قریه شیندره همیشه خاموش و آرام بود. هوا بی نهایت گرم میشد و مردم ده خانهایشون استراحت میکردن ولی ای ساعت روز تنها فرصتی بود بر زنایی که دلشان بر با خود بودن میتپید بعضی از اونا اگه اجازه میداشتن به کنار جوی و یا مزرعه میرفتن و به بهانه کالا شستن و یا جمع کردن هیزم کوشش میکردن تا چند دقیقه از عمر خود را طوری که میخواستن زندگی کنن بیگم دروازه حویلی را باز کرد رحیم دو طرف کوچه در سایه دیوار همسایه شالش به صورتش افگنده و به خواب رفته بود. بیگم آیسته به نازو اشاره کرد که سر و صدا نکنه و هر دو از خانه خارج شده و دروازه را بستن. کوچه خالی بود و بجز وزوز مگس ها و حشرات هیچ صدایی از جای به گوش نمی رسید. شعای گرم آفتاب که در چاشت مستقیم به زمین می خورد با گرمی طاقت فرسا و آری از هر نسیم و باد دو ساعت روز نفس کشیدن را در زیر شال و برقه غیر ممکن می ساخت ولی نازو قدر خوشحال بود که در زیر شال سنگین و سیاه با خودش می خندید و حس می کرد که سبک و بیوزن بر روی هوا می لغزه و می خواست تا هر چی سریتر به اونجا برسه. بیگم دست نازو را گرفت و آیسته گفت باید از رای زمین پشت خانه بریم. رای دیگه بر رفتن به او جنگل نیست. سبزه ها و بوته های خار در زمین عقب خانه پر از زنبور و مگس و حشر است. کوشش کو با دقت را بری که تو را نگزن یا خار با پایت نره. و بعد هر دو از کنار دیوار خانه دور خورده و داخل او زمین شدن که بوته های خار و گیاه های هرزی او تا شانه نازو بلند شده بود و انگار سالها بود که هیچ کس از اونجا عبور نکده بود. نازو می دانست که چرا هیچ کس از زمین عقب خانه و از مقابل پنجره اتاق او نمگذشت چون ای زمین به جنگل منتهی می شد و مردم قریه هیچ وقت از او بر رفت آمد استفاده نمی کردن و همی باعث شده بود تا خار و بوته های بزرگ دیگه برو بروی که
رفت و آمد را در اونجا به نهایت مشکل می ساخت. ولی دمیانی گیاهای هرزه و خار گلای زیبایی نیز در زمین رویده بود و هر باری که او پنجره اتاق خود را باز می کرد با دیدن او منظره خودش بهتر حس می کرد. تصوری که تا لحظات دیگه او در مقابل جنگل و دریای خواهد بود که آرزوی دیدن او را داشت به ناز و انرژی داده و او حتی گذشت زمان را و ای که چگونه از میان خار و بته‌های بلند گیاه‌های هرزه در حال گذشتن و رفتن به سمت جنگل بود حس نکنه تا ای که صدای بیگم که از او عقب مانده او را به خود آورد. آیسته برو ورورو کنتا به جوبل شی. نازو به عقب نگاه کرد و به سوی بیگم رفته و با ذوق دست بیگم را گرفت و او را نیز به دنبال خود کشاند و چند لحظه بعد در حالی که بته‌های خار و گیاه‌های هرزه خاتمه یافته و زمین کاملا صاف و سبز شده بود، نازو در مقابل درخت‌های بزرگ و سترگ جنگل که دلخواه خودش بود استاده بود. بجز صدای چند پرنده و جریان آب دریا هیچ صدای دیگه به گوش نمی رسید. سایه درخت‌های بزرگ جنگل و نسیم خنک که از او می آمد نازو را محو خود ساخت. او شالش از سرش برداشت و چبلک‌های پلاستیکیش را از پایش کشید و بعد در حالی که با هیجان قامت تک تک درخت‌های جنگل را از نظر می‌گذراند، به اراده به خنده آغاز کرد و با صدای بلند و آمیخته با شوق گفت: بیگم جانه، منه مرکی. و سر و پا برهنه به سمت دریا که در گوشه جنگل جریان داشت دوید. بیگم با شنیدن کلمه مرکه در جا استاد. بغض کرد ولی همزمان لبخند نیز بر لبانش نقش بست. زرمینا موره مرکه صدا میکد. بیگم میدانست که او بیکس است و تا آخر عمر بیکس خواد ماند. او نه فرزند خواد داشت که او را مور یا مادر صدا کنه و نه همسر و نه همراه او زندگی تنها تکیگاه او را که لعل خان بود نیز از او گرفته بود. ولی حال چقدر ساده و آسان ای دخترک معصوم و ساده جای خالی زرمینه و لعل خان را بر او پر کرده بود. بیگم که زمان از نازو متنفر بود و به خدا و زمین و زمان نفرین می فرستاد که چرا ای دختر وارد زندگی لعل خان شده، حال به حکمت داشتن آمدن او در زندگی خود پی برده بود و می دانست که شاید اگر نازو نمی بود بعد از لعل خان بیگم یا خود را و یا دلاور خان را می کشت. درخت‌های جنگل در نزدیک دریا کوچکتر و سبزتر شده بودند و زمین جنگل تدریجاً آری از سبزه شده و به جای او ریگزار بزرگی بود. پر از ریگای کوچک و خاکستری که گرد و صاف بودن و براق. نازو که تا چند ثانیه قبل می خندید و به سمت دریا می دوید، همی که چشمش به این ریگزار افتاد، حالش متحول شد. او آیسته پاهای برهنش که چند خار نیز به او فرو رفته بود، بر روی ریگهای سرد و مرطوب گذاشت و بعد انگار ای ریگزار بود که در انتظار نازو به سر می برد و او را بر تن خود لغزانده و تا دریا کشاند. در کنار دریا سنگ بزرگی که نیمه از او در آب و نیمه دیگه بر ریگزار قرار داشت، نظر نازو را به خود جلب کرد و او آیسته آیسته در حالی که به آب شفاف دریا که سنگ چلای خاکستری او به وضوح دیده می شد، چشم دوخته بود. به سمت او سنگ قدم برداشت و بعد بر روی او نشست و پاهایش تا زانو در آب دریا فرو برد و چشمایش بست. نازو نمی دانست که چرا چیز قلبش می فشرد. دست بیگم که از شانه هاش گرفت و در کنارش روی سنگ نشست او را به خدا آورد. بیگم دست ها و صورتش با آب دریا شست و با لبخند به نازو گفت: سالها در او خانه زندگی کردم و ای جنگل را می دیدم، ولی جرات نکده بودم که بیایم، ولی توی جرات به ما دادی. چه جای با صفای، چه قدر خلوت و زیبا. اینجا اگر هر روزم بیاییم فکر نمی کنم که کسی ما را ببینه، چون فکر نمی کنم که کسی در شیندره تا حال به اینجا آمده باشه.
نازو خاموش بود و به دریا و جریان آب او چشم دوخته بود. بیگم که از این سکوت او در حالی که تا چند لحظه قبل او با صدای بلند می خندید و با شور و هلهله تا کنار دریا دویده بود، متعجب شد و پرسید. لوری، خوب هستی؟ چی شده؟ و بعد متوجه چند خار شد که در ساق و بند پاهای نازو فرو رفته و خون از او در آب دریا می ریخت و با آب شسته می شد. بیگم با سرعت پاهای نازو را از آب کشید و خارها را از ساق پایش در آورد و گفت. ما گفتم که آیسته را برو. ببین با خودت چی کردی؟ ولی نازو خونسا و خاموش فقط به بیگم نگاه می کرد. بیگم دوباره پاهایش در آب گذاشت و با نگرانی پرسید. چی شده؟ چرا حرف نمی زنی؟ می خوای برگردیم خانه؟ نازو سرش پایین افگند و در حالی که چشمایش پر از اشک شده بود دوباره سرش بلند کرد و به بیگم نگاه کرد و گفت بیگم جانم نمیدانم مرا چی شده خودم غمگین حس میکنم میخوایم گریه کنم شاید ما به این شادی ها و آزادی ها عادت نداریم و شاید نمیدانیم که چگونه شاد باشیم من خیلی منتظر آمدن و دیدن این جنگل و دریا بودم ولی حال غمگینم و نمیدانم چرا طوری خودم حس میکنم که انگار واقعی بده به وقوع خود پیوست یا شاید همو ترس همیشگی است که هر باری که ما جرأت میکنیم تا کاری را که میخواییم بکنیم به سراغ ما میایه. بیگم سر نازو را به سینه چسباند و گفت سمده اوز جرا مکوه گریه نکو. ای دلهوری را که تو قبل از وقوع واقعه حس میکنی حس منوس بر ما زنهاست که همیشه با ما خواد بود. در هر سن و هر جایی که باشیم. همیشه نگران مرد هستیم که شاید به خاطر کار ما خشمگین شوه و ما را محکم کنه. ولی رمز زندگی دهی است که بیاموزید تا از امی چند دقیقه که بر خود داری لذت ببری. بیبی آب دریا تقریبا همرنگ چشمای تو است. ولی نه به زیبایی سبزی چشمای تو. نازو خنده غمگینی کرد و گفت بیگم جانه ما تا آخر عمر از ای که تنها آرزوی مرا برآورده کردی از تو سپاسگزار هستم و بعد کوشید تا به زور لبخند بزنه و دستی به پاهایش که جای خارها ده او سرخ و ورم کرده بود کشید و گفت به قیمت خار و خون بالاخره به دریا و جنگل رسیدم به جنگل و دریایی که حس میکنم انگار مرا میشناسن و اونا مرا نزد خود فرا خواندن. نازو و بیگم در کنار آب دریا و ریگزار خاکستری او بر روی سنگ بزرگ دراز کشیده و به آسمان خیره شدن. بیگم تقریبا به خواب رفته بود ولی نازو هنوز همون دلهوری را حس میکرد انگار ای جنگل و دریا به شکل سرنوشت ساز و یا فاجعه بار با زندگی او گره خورده بود. صدای چند مرغابی و لکلک بیگم را از خواب بیدار کرد و در حالی که نازو مصروف جمع کردن چند ریگ از اطراف دریا بود او سریع از جا برخاست و شالها و چبلکای خود و نازو را برداشت و گفت باید بریم که دیر شده زود باش کفش و شالت را بپوش بیگم دست نازو را گرفته و هر دو با سرعت دمیان بته‌های خار و گیاه‌های هرزه به سمت خانه برافتادند گرچه تنبان و چبلک‌های پلاستیکی پاهای هر دو را از صدمه خار و خاشاک حفاظت نمی‌کرد ولی به باور بیگم و نازو گذراندن چند لحظه در کنار دریا و در آرامش او جنگل ارزش خارهایی را داشت که پاهایشان تکه و پاره کرده بود. پایان قسمت 22